اگر بشکند بی سپر استخوانم، ببرم چون سرخ باشد زبانم. اگر تکه تکه شود جسم و جانم، پراکنده گردد ولی کم برانم. زهر تکه آید به گوش این سفیرم، مجاهد بمانم، مجاهد بمیرم. چه فخری بود در جهان بیش از اینم، شهابی شبم در شب سرزمینم. بسوزم به شبها و خاموش گردم، همین بس مرا توش دنیا و دینم. همار سرفراز و منت پذیرم، مجاهد بمانم، مجاهد بمیرم. شش ماه پس از جنایت علیه بشریت در اشرف، جوشش خون شهیدان و تلاش‌های خستگی ناپذیر مریم و یاران اشرف نشان در سراسر جهان و حمایت‌های بی‌دریغ هموطنان به موقعیت قانونی جدید مجاهدان اشرف راه برده است. سازمان ملل و آمریکا و اتحادیه اروپا و پارلمان ها و شخصیت های سیاسی و اجتماعی و مذهبی در کشورهای مختلف جهان در صدد کنار زدن ضرب العجل غیرقانونی حکومت عراق در پایان سال 2011 برای جلوگیری از حمله مجدد به اشرف هستند. تعداد بلندگوهایی که 21 ماه است به طور شبانه روزی به تهدید مجاهدین و لجن پراکنی مشغول هستند به 300 عدد رسیده است. پس از حمله 6/7 مرداد 1388، پس از گروگانگیری و 72 روز اعتصاب قضا، پس از آزمایش 24 آذر 1388، پس از 6 رشته حملات مهر تا دی ماه 1389 با 221 مجروح، از جمله 94 تن از خواهرانمان، و پس از حمله زرهی در 19 فروردین 1390 رژیم و مزدوران و پشتیبانان آن در منتهای وقاحت چیزی ندارند جز اینکه باز هم بگویند مجاهدان اشرف آزادی انتخاب مسیر خود را نداشته و به اجبار در اشرف نگه داشته شده اند. منظورشان هموار کردن راه حملات بعدی و انداختن تقصیر به گردن مجاهدین به جای دشخی مجلاد است. در 25 اسفند 1389 در شرایطی که مثل امروز اشرف در محاصره کامل قرار داشت و مزدوران
با بلندگوهایشان مجاهدین را به تسلیم شدن به قاتلان و شکنجگران خود فرا می‌خواندند، سازمان در اتمام حجت نهایی به من سه گزینه ابلاغ کرد تا اگر تحمل این شرایط را ندارم و نمی‌خواهم در اشرف بمانم، گزینه مطلوب خود را انتخاب کنم. معرفی به ایستگاه پلیس عراق، ترک اشرف با کمک خانواده، ماندن در اینجا تا زمانی که امکان رفتن بدون آلودگی با رژیم با هزینه سازمان فراهم شود. امروز سازمان مجاهدین خلق ایران برای من استاتوی جدید و وکیل گرفته و اسم مرا برای پروسه قانونی پناهندگی و برخورداری از حفاظت بین المللی ثبت و به مراجع بین المللی ارسال کرده است. در مرحله جدید سازمان باز هم بر همان گزینه‌های قبلی تأکید و ابلاغ می‌کند که مسیر خود را هر طور که می‌خواهم انتخاب کنم. تذکر: خود خود خودتان باشید، یعنی اینکه انتخاب کلمات و عبارات بر عهده خودتان است و فقط خود خودتان باشید. الگوی من زینب کبراست و گردی از خاک پای او هستم. من از نسل اشرف شهیدان و زاده مریم پاک رهایی هستم و با تمسک به انقلابش از روز اول انتخابم تا امروز و تا همیشه و هر زمان که نفس میکشم برای جنگیدن و نبرد بی امان با دشمن ضد بشری حاکم بر ایران آمدم.